بعد از ظهر یک شنبه شما قوم عزیز خدا به خیر و شادی امیدوارم تا الان گذشته باشه. بعد از اینم ساعت‌های مبارک و تقدیس شده پیش روی خود داریم. آمین. آمین. امروز مثل بعضی از موقع‌ها که پیام خدا رو قرار بیارم، حس و حال اون خلبان آماتوری رو دارم که فرماندهش کلی مسافرهای ارزشمند و عزیزش رو میسپره دستش و میگه اینا رو از یک سرزمینی به یک سرزمین دیگه منتقل کن. نه فقط منتقل کن، بلکه چیکار کن؟ باید صعود و فرود عالی هم داشته باشی. میخوان کمربندهای دلهای خودتون رو محکم ببندین، نه به این خلبان آماتور اعتماد کنیم، بلکه اعتمادمون رو بر روح قدوس خدا بذاریم. آمین. که میتونه مثل این سرود آخر بادی باشه که زیر بالهای ایمان ما رو با همدیگه به پرواز دراره. چون حقیقتاً در کلیسای خداوند هیچ جایگزینی مثل روح القدس و خداوند ما عیسی مسیح، خدای واحد یگانه، وجود نداشته و ندارد. آمین. کمربنداتون رو بستین؟ میخواییم با هم شروع کنیم؟ آمین. قراره که صعود عالی داشته باشیم به قوت روح خدا. عزیزان، امروز میخوام راجع به اولین نشانه حیات در یک شخصی که تولد تازه یافته با هم صحبت کنیم. امروز میخوام نه فقط راجع به این نشانه‌ای که در یک شخصی که تولد تازه داره، بلکه نشانه هایی که در افرادی که برگزیده خدا هستن به خوبی دیده میشه. نه تنها کسایی که خلقت تازه دارن باید این نشانه ها در زندگی اونا قابل رؤیت باشه، بلکه این نشانه ها باید در برگزیدگان خدا به وضوح قابل دیدن باشه. میخوام راجع به موردی صحبت کنم عزیزان که برای روح انسان به منزله جان برای بدنه، به منزله نفس کشیدن برای روح انسانه، موردی که کمکمون میکنه عزیزان ناهمواری ها رو هموار کنیم، کجی ها رو با هم صاف کنیم، دستمون رو در دست اون خلبان ماهر روح القدس بذاریم تا با هم دیگه به سمت سرزمین موعود، سرمنزل مقصود، جایی که اتحاد با مسیح، یکی شدن با مسیح صورت میگیره. موردی رو میخوام راجبش صحبت کنم که ما رو عزیزان وارد مکتب عیسی میکنه، اون جایی که راز قدوسیت، فروتنی، راز فرزند محبوب خدا بودن رو نه در وصیت‌ها، نه در تعالیم، بلکه خودمون شخصاً تجربه می‌کنیم. و نتیجه‌اش چی میشه؟ نتیجه‌اش این میشه که تک تک ما رو خداوند کمک می‌کنه از اون لوت‌های سرگردون که همجور این ور اون ور ولو هستیم، اون شمشون‌های دمدمی مزاج بی ثبات که هممون هستیم، سلیمان‌هایی که در زندگیشون پر از بوته، به سمت زنان و مردان هدفمند تبدیل شده. آمین. پذیرفته شده نزد خدا. خود ما که پذیرفته شدیم، باید خودت این حسو داشته باشی دیگه، خودت باید تجربه کنی، به اون سمت میبره و تبدیلی روزافزون در وجود ما صورت میگیره. خدا امروز میخواد عزیزان آدرس مکانی رو به ما بده که در زمانهای بیماری ها، در زمانهای از دست دادن های مکرر، ناامیدی ها، ترس ها، در سایه وادی های موت، در گذرگاه ها از وادی های اشک ها، عزیزان بتونیم قوت او رو، حکمت او رو، تسلی او رو دریافت کنیم. مکانی وجود داره عزیزان، منزلگاهی وجود داره، پایگاه امنی وجود داره، خلوتگاهی وجود داره
که برای هر ایماندار، هر فردی که ادعا میکنه از شکم بر مسیح انداخته شده، تولد تازه داره، باید تا اومدن عیسی مسیح در این مکان اتراق کنه. جایگاهش اینجاست. میخواین آدرس این مکان رو بهتون بدم؟ متا باب 6 آیه 6: اما تو هنگامی که دعا میکنی به خلوتگاه شخصی خود برو، در را ببند و پدر نهان بین خود را که در نهان است دعا کن، آنگاه پدر نهان بین تو به تو آشکارا پاداش خواهد داد. این موعظه قسمتش تأثیر گرفته از کتابچه‌ای هست به نام دعوت به دعا، اثر جان سی رایل، که خیلی میتونه تحولات عمیق روحانی در قلب ما به وجود بیاره. وقتی که بچشی در اون خلوتگاه بری عزیزان، میفهمی گنج‌هایی هست، پاداش‌هایی اونجا به دست میاری که اغلب وقتی سرگرم روزمرگی‌های زندگی خودت هستی، اون گنج‌ها میتونه تا موقعی که زنده هستی، حتی وقتی میری، مخفی بمونه، دست خالی از این دنیا بری. مکانی هست، منزلگاهی از عزیزان، که فقیران در روح هر آینه وقتی وارد اونجا میشن برکت یافته، از اون نان مخفی آسمانی خورده، سیر شده، بیرون خواهند اومد. ولی چه آسون عزیزان، چه آسون این محل مورد قفلت واقع میشه. در کتاب سرمشقگیری از مسیح اثر توماس آکوینس نوشته: هرقدر بیشتر به خلوتگاه خود بری، بیشتر شوق رفتن به اونجا را پیدا خواهی کرد، و هر اندازه دیرتر بری، بازگشت بعدی تو به آنجا دشوارتر خواهد شد. اگر به خلوتگاه خود بروی، آنجا وفادارترین و صمیمیترین دوست خود را خواهی یافت و تسلی و پاداش عظیمی نصیبت خواهد شد. به خلوتگاه خود برو، در را ببند تا عیسی محبوب خود را ملاقات کنی، تا عیسی محبوب خود را محبت کنی و محبت او را دریافت کنی، تا راز محبوب بودن خود را نه در فقط کلمه، نه فقط در تعلیمات، خودت شخصا دریابی. اما عزیزان، چرا ما به حجره های خودمون سخت میریم؟ چرا به خلوتگاه خودمون نمیریم؟ چرا انقدر سخته برامون دعا کردن؟ چون دعا عزیزان امری عادی نیست. چون دعا و دوستی و نزدیکی با خدا منافات داره با تفکر جسم. چون خواسته نفس دوری از خداست، نه نزدیکی به خدا عزیزان. چون دعا و خلوتگزینی مرگ شخصیت کاذبه. وقتی در سکوت در اون خلوتگاه خودت میمونی، در سکوت و در خلوتگاه خودت میمونی، میان توهی بودن و عریانی و پوچیه این شخصیت کهنه رو میفهمی. اون شخصیت کهنه هیچ بودنش نمایان میشه و این درد داره و مرگ انسان کهنه، ولی مرگی که صلح و آرامش و قیام انسان نوین رو در زندگی تو به ارمغان میاره. متاسفانه خیلی از ما ولی نیم ساعت در سکوت موندن میتونم بگم جون میکنیم، چون در درون همه ما، خیلی از ماها، اون آرامی الهی، اون پوری خدا نیست، به خاطر اینکه نرفتیم در اون خلوتگاه. وقتی هم میریم فقط با اون خود پوچ توهی خودمون روبرو میشیم. برای همین دائما باید مشغول بشیم. آیفون، رابطه، تماس با انسانها، کتاب خوندن، کلیسا، خدمات، همه این چیزا عزیزان ما رو از اون اصل میخواد دور کنه. ولی میخوام امروز بهتون بگم عزیزان، هیچ میانباری وجود نداره، هیچ راه شاهانه‌ای وجود نداره برای رسیدن به اون برکات آسمانی و روحانی.
هیچ راهی وجود نداره. همطور که یه انسان اهم از پادشاه تا رعیت گرفته خودش باید بخوره، بنوشه، نفس بکشه، هیچ کس به جای اون شخص نمیتونه. همینطور هیچ کس به نیابت تو نمیتونه دعا کنه. دعا نکردن یعنی بدون خدا بودن، بدون چشیدن مزه فیض، بدون امید، یعنی ای زندم مردگی کردن، بدون حس عمیق فرزندخواندگی، پر از روح یتیمی، پر از کمبود. کار حقیقی روح خدا عزیزان اینه بلا فاصله که ما نجات پیدا میکنیم، اشتیاقی در ما به وجود میاره که وارد اون خلوتگاه خودمون بشیم. قلب ما رو مشتعل میکنه که بریم یه گوشه، چون بعد از یه عمر بدبختی و گم شدگی بندگی پدر رو پیدا کردیم، بگیم آبا بابا، و یک رابطه شخصی با او ایجاد کنیم. عزیزان دعا محصول نجات توست. آیا به خلوتگاه میری؟ آیا دعا میکنی؟ این که در جلسات یک شنبه و پنج شنبه و سه شنبه میای دعا میکنی منظورم این نیست. این که در جلسات خانوادگی دست همو میگیرین دعا میکنی، بچه هم سر سفره سر میز غذا دعا میکنه آمین میگه منظورم این نیست. این که دائما بریم کلیسا و بیایم منظورم این نیست. آیا خلوتگاهی داری؟ آیا دعا میکنی؟ منظورم اون دعای شخصی، اون دعای خصوصی، اون در اون نهانخانه دل رفتن. این موضوعی عزیزان که کاملا خصوصی بین تو و خداست. هیچ چشمی نمیبینه، هیچ چشمی. برای همین چقدر مورد غفلت واقع میشه. به همین خاطر انسان وسوسه میشه این مورد حیاتی رو نادیده بگیره. همین الان من میتونم همین الان با انگیزه های غلط موعظه کنم، اینجا کتاب ها بنویسم، کتاب ها بخونم، معلم بسیار افراد بشم، کارهای خدمات اجتماعی و رحمت پشت هم بکنم، اما با وجود این عزیزان یک یهودا اسخریوتی در من اتراق کرده باشه. یهودا کی بود عزیزان؟ هیچ رابطه شخصی با عیسی نداشت. راز محبوب بودن خودش رو شخصا درک نکرده بود. او را به عنوان نجات دهنده روح خودش، پادشاه زندگی خودش که تمام قسمت‌ها حاکم باشه، نمی‌شناخت، نشناخته بود. من میتونم خیلی اعمال مذهبی انجام بدم، هنوز از جنس عیسی نباشم، اما به ندرت میتونم در اون خلوتگاه برم، در رو ببندم، با اون روحم از او تغذیه کنه، به جز این که از جنس عیسی باشم. خود خداوند مهر تایید دعا رو به عنوان گواه و محک نجات یک شخص، محک تولد تازه یک شخص در کلام خدا زده. اینو پولس رو که میشناسیم، یه شخصی بود که مسیحیان رو جفا میداد. اصلا فکرش این بود که ریشه‌کن کنه مسیحیان رو و فکر مسیحیت رو از روی زمین. دائما تعقیب میکرد مسیحیان رو، مورد جفا میرسون، غیرت عظیمی داشت، چقدر کار خدا رو انجام میداد. اما در باب نوح اعمال عزیزان تولد تازه پیدا کرد. در اعمال باب نوح آیه 11 خدا به نبی خودش، هر که گوش دارد بشنود، هنانیا میگه ای هنانیا برخیز بشتاب، سولوس ترسوسی که اون موقع اسمش پولس نبود، او رو که در خانه ای هست بخوان، زیرا که اینک در دعا است، دست بر او بگذار، زیرا ظرف برگزیده من است. عزیزان زیرا اینک او که در دعا هست. تنها محک و گواه پولس وقتی تولد تازه پیدا کرده بود. با اطمینان میگم، میتونم امروز بگم عزیزان با استناد به آیه های خیلی زیادی که کلام خدا گفته، اگر زمان دعای شخصی نداری، اگر خلوتگاهی نداری، دلیل روشنیه که تو تولد تازه نداری، یا به دنیا اومدی مثل یه طفل سقط شده، یا به دنیا اومدی همجور عقب مونده موندی.
کسی که دعا نمیکنه عزیزان نمیتونه به گناهایی که در قلبش دائما این قارچی شبه بیرون میزنه آمدن عیسی مسیح پی ببره، نمیتونه به خودخواهی های خودش غلبه کنه، نمیتونه خدا رو محبت کنه، نمیتونه محبت خدا رو دریافت کنه، نمیتونه مدیون عیسی باشه، نمیتونه تعهد به بدن مسیح داشته باشه، نمیتونه مشتاق قدوسیت باشه. عزیزان در نتیجه روح اطاعت تسلیم که روح شاگردیه در او عقیم میمونه. شاید تو امروز با اطمینان بگی من برگزیده خدام، نجات پیدا کردم، اسم من در دفتر حیات نوشته شده، دائما راجع به فیض و روح القدس و حیات و خدمات صحبت کنی، به امید و ایمانی که در تو فخر کنی، شاید بتونی افراد ناآگاه رو بفریبی. اما عزیزان اگه دعای شخصی نداری تمام حرفای تو بیهوده است و به دنبال باد دویدن، زیرا روزی عیسی به تو میگه هرگز تو رو نشناختم، چون هیچ رابطه شخصی با تو نداشتم، هیچ رابطه شخصی با تو، تو میتونی نجات پیدا کنی ولی هیچ رابطه شخصی با تو نداشتم. شلوس آفز. اولین عمل ایمان، اولین نشانه فرزندی صحبت با خداست، رابطه شخصی با خداست. این که تو ادعا کنی تولد تازه داری یعنی تو زنده‌ای بدون نفس کشیدن، بدون غذا خوردن، عزیزان یک ادعای کذبه. مثل شخصی که بگه من زنده‌ام، غذا نمیخورم، آب نمیخورم ولی زنده‌ام، نفس نمیکشم، چون دعا به منزله نفس کشیدنه. کلام خوندن که بعدم راجبش صحبت میکنی به منزله غذا خوردن، نوشیدن آبه. آیا دعا میکنی؟ آیا خلوتگاهی داری؟ آیا وارد یک رابطه من و تویی با اون شدی؟ در دل خودت نگو که این مسئله عزیزم فقط مربوط به من و خداست و تو اجازه نداری سوال کنی. اگه دل تو در حضور خدا راسته، نیازی نداری که ناراحت باشی یا بترسی. هیچ بخشی از زندگی عبادتی یک شخص مثل دعای شخصی مورد غفلت واقع نمیشه، چون هیچ کس نمیبینه. ایمانداران اینو میبینی که از نعمتهای خدا چقدر راحت استفاده میکنن، مینوشن، میخورن، در زمین خدا پرورده میشن، از آفرینش زیبای خدا لذت میبرن، نفس میکشن، اما هیچ وقت نیاز خودشونو برای رفتن به حضور خدا حس نمیکنن، خلوتگاهی با خدا ندارن. برای همین مثل موجودات بی روح میمونن. بعضی افرادم که دعا میکنن فقط شکلی از دعاست، مجموعه یا کلمات توتیوار بدون حس حضور خدا، تکرار دعای ربانی، تکرار اعتقادات مذهبی. دعا موقع رانندگی شخصی بود میگفت خواهر نسرین من هر روز صبح که بلند میشم میگم الهی به امید تو، شبم که میخوام بخوابم میگم شکر، شکر، هللویا. عزیزان این چیزا رو خودم تجربه کردم اوائل ایمانم، وقتی وارد کلیسا شدم تازه با کلمات سرزمین صهیون آشنا شده بودم. آمین، آمین، شوک، شوک، هللویا، هللویا. اولین دوستی که پیدا کردم یه خواهر ارمنی بود به نام آنی، چند سال از نظر روحانی هم من بزرگتر بود. به من گفت بیا با هم دعای متحد داشته باشیم. منم گفتم باشه. گفت شبا یک ساعت با هم دعا میذاریم. گفتم باشه. ولی دعاش خیلی طولانی بود، برای این طفولیت روحانی من یک کمی سنگین بود، ولی مواظب بودم انقدر که عاشق دعا و مشارکت با یه ایماندار بودم اینو از دست ندم. تمام این یک ساعتی که این دعا میکرد من همجور چرت میزدم، ولی حواسم بود که بگم آمین، آمین، هللویا، چون اگه نمیگفتم میفهمید که با اون تو اتحاد نیستم. یادم یه بار همینجور که داشت دعا میکرم من همینجور چرتم برده بود، صداشم قشنگ بود، گفتم شوک، شوک، هللویا، و گفت چی داری میگی؟ یه هوی صداش چی شده آنی؟ گفتش که من دارم میگم دختر آنی که پاش شکسته تو میگی شوک، شوک، هللویا. گفتم باید چی بگم آنی جان؟
گفت الان تو باید با من متحد بشی. عزیزان پولس دعاهای خیلی زیادی میکرد قبل از اینکه ایمان بیاره، چون یه یهودی متدین بود، اهل کتاب. مطمئن هستم دعای تثنیه باب 8 و تسبیح دستش همجون مینداخت، دعای خدای خود رو سجده کن، تمامی اوامر او رو به جا بیار، خدای خدای خداوند خود رو با تمام فکر و دل خود جان خودت محبت کن. عزیزان چقدر خدمات عظیمی انجام میداد، چه غیرت عظیمی داشت. اما همه بگی اما. چون یک تفاوت خیلی عظیمه وقتی در اون ملاقات در راه دمشق حسون با عیسی قیام کرده ملاقات کرد، از اون اسب غرور و خودخواهی و یک دندگی خودش به زیر افتاد. خدا در مورد او گفت اینک مردی که در حال دعاست. عزیزان دعا کردن، یک دندگی، غرور، دنیا پرستی با هم در یک قلب هرگز جا نمیگیره. یا دعا دنیا پرستی و گناه رو از تو دور میکنه، یا گناه خلوتگاه و رابطه شخصی تو رو با خدا در خودش خفه میکنه. از اون مسیحیت مذهب عشقه، سرچشمه عشق در اون حجرگاه و دعای خودت، نه فقط شنیدن تعلیمات میتونی بفهمی. خدا سرچشمه عشقه. وقتی این عشق در تو جاری میشه و میچشی که در اون خلوتگاهه، کیفیت این محبت رو میچشی، ابعاد این محبت رو میفهمی، عطر و بوی این محبت رو میچشی، محبت الهی رو، راز محبوب بودن خودتو شخصاً برات باز میشه، گشوده میشه و کم کم به جایی میرسی عزیزان که در اون خلوتگاه دنبال گرفتن برکات نیستی، دنبال حس و حال نمیدونم انسانی نیستی. کم کم به جایی میرسی که خود خدا پاداش تو و اجر عظیم تو میشه. اوائل اصلا عیبی نداره عزیزان، برای کسایی که نویمان هستی تو خلوتگاه باز کن، توی مذبح دعا به نام یهوه برپا کن، برو اونجای خود تو برکت بده، برو اونجا دعاها رو پاس برای پاست، برای احتیاجاتت. خدا خوشنود میشه، لذت میبره، خدا دعای تو رو خار نمیشماره. اما وقتی از همونجا شروع کنی به جایی میرسی عزیزان، مثل داوود چی میگی؟ ای خداوند تو نصیب من هستی، تو قسمت من هستی، تو پاداش عظیم من هستی، تو اجر بزرگ من هستی، تو پیاله و قسمت من هستی. حتی اگه این پیاله سهم من از مال همه بیشتر توش زهر و درد و تلخی و ناگواری باشه، چون که پسر محبوب تو هم همین پیاله رو نوشید و گفت نه به خواهش من بلکه اراده تو انجام بشه. اونجا به اینجا میرسی عزیزان، در اون حضور غنی او پر میشی از پری خدا، مانند یک کودک دست در دست پدر. عزیزان در تاریکی ها، در بیابان ها، سرنوشت تو تنیده شده در او، رضای تو، آرزوی تو، تمام آرزوهای خداست، خوشنودی خداست. مثل حافظ شیرین سخن ما میگی خاک درت بهشت من، مهر رو خط سرشت من، عشق تو سرنوشت من، راحت من رضای توست. عزیزا مکانی هست که خداوند میخواد ما اونجا فرود بیایم و اتراق کنیم تا اومدن عیسی مسیح، مکانی که اونجا در آینه کلام، در دعا، در اون تعمق در کلام خدا، آیه هایی که خداوند میده، صورت عیسی رو ببینیم، جلال خدا رو ببینیم با چهره بی نقاب، از جلال به جلال تبدیل بشیم، متبدل بشیم. این سهم من و توست، این ارث من و توست. عزیزان تا حالا فکر کردی چرا بین مسیحیان اینقدر باید تفاوت فاحش وجود داشته باشه؟ تا حالا فکر کردی؟ همه ما انگار در یک جبهه داریم نبرد میکنیم، ولی بعضیا دلیرانه تر جنگ نیکوی ایمان رو میکنن. عزیزان همه ما نور جهان هستیم، درسته؟ عیسی خودش میگه، ولی چرا بعضی ها بیشتر میدرخشن؟ چرا؟
همه ما انگار داریم در یک میدان میدویم، ولی بعضیا سریع‌تر با استقامت‌تر میدون. همه ما یک نجات دهنده رو داریم، یک مسیح رو داریم، ولی چرا بعضیا عطر شناخت مسیح بیشتر از اونا مشام و خوش میاد؟ چرا عزیزان؟ چرا برعکس بعضیا؟ اینو باور کنیم، با درد میگم، شماتت نمی کنم، وای بر من که اگه بخوام شماتت کنم، بخوام ملامت کنم. چرا بعضی انگار پیشرفت چشمگیری نمی کنن؟ چرا دائما در تجربه های گذشته گیر کردن؟ سال 1995 خدا به من این آیه رو داد، موقعی که تولد تازه پیدا کردم، نمیدونی همجور اشک از چشم می اومد، داغ شدم، سرد شدم. چرا عزیزان؟ چرا بعضی از ایمانداران به جای نان تازه، نان کپک زده و خشک دائما در توپره‌های روحانیشونه؟ چرا برعکس بعضی ها چند سباهی بیشتر ایمان نیوردن، ولی مثل چمنهای بعد از باران چقدر زیبا در حال رشدن، تأثیرگذارترن، مقدسترن، خدا ترسترن، دلهاشون بزرگتره، غنیترن، قامت روحانیشون بلندتره؟ چرا درکشون هم مسائل روحانی انقدر عمیق‌تره؟ چرا مثل توپی میمونن که هرچی به زمین میخورن نزدیکتر به آسمون میشن؟ ماها تشویق نشن، همینطور میرن جلو، ولی بعضی ها رو باید بترسی، بلرزی. الان یه ماه تشویقش نکردی، فرو میریزه. دلیل این همه تفاوت در کجاست عزیزان؟ در هر 20 مورد 19 موردش دعای شخصیه. در اون نهانخانه دل عزیزان، در اون ملاقات با خدا، در اون طلبیدن روی خدا، در اون ارتباط و رابطه من و توی عزیزان، شخصیت عیسی، قدوسیت عیسی، خدا ترسی عیسی، حکمت عیسی، حس پذیرفته شدن عزیزان، اینا هیچ کدوم عطیه نیستا. این عقیده خیلی خطرناکیه که فکر کنیم بعضی ها اما بهترونن. نیست؟ اینا همه امتیازات منحصر انحصاری مال بعضی از افراده که باید مقدس‌تر باشن، خدا ترس‌تر باشن، چون دارن یه خدماتی رو انجام میدن. عزیزان، همه ما دانه خدای حی در ماست. در اون خلوتگاه وقتی میری، اون دانه، اون بذر خدا که در تو موقع تولد تازه یافتن چی میشه؟ با دعا، با کلام رشد میکنه، جون میگیره، تبدیل به یه درختی میشه عزیزان. مثل مزمور 1 که میگه میوه‌شو در موسمش میده، برگش زرد نمیشه، هر آنچه میکنه نیک انجامه. چرا؟ چون ریشه هاش در نهرهای آب خدا، روح القدس اونجاست، چون ریشه های او در مسکن های خدا داره جون میگیره، در صحنه خدا داره رشد و نبوب میکنه. آه یهوه سبایوت، داوود میگه چه دلپذیر است مسکن های تو، چه زیبا صحنه های تو، دل من کاهیده شده، قلب من داره تلپ و طلوب میکنه برای اومدن به صحنه های تو، جان من مثل اون آهوی تشنه داره زهه میکشه که کی بیام به حضور تو داخل شم. ای خداوند، خوشا و حال کسی که در اون نهانخانه قوتش رو از خدا میگیره، از طریقهای خدا در دل اوست عزیزان. اون میوه شده در موسمش و وقتش میده، هرچی هم که بخوره زمین جلو میره. اما الان میخوام در این چند دقیقه آخر، در 15 دقیقه بگم چه کار باید بکنیم که نه تنها صعود خوبی داشته باشیم، بلکه فرود خوبی هم داشته باشیم. آمین. چرا دعا نمی کنیم؟ چرا به خلوتگاه نمیریم؟ 3 نکته خیلی مهمه عزیزان. اولین نکته، تولد تازه نداریم. به خاطر همینه که اصلا حس نمی کنی باید با او یک رابطه شخصی داشته باشی. نیاز تو به یک رابطه شخصی حس نمی کنی عزیزان.
نیازای روحانی خودتو درک نمی‌کنی. امورات نادیده برای تو غیر حقیقی، اوهامه. کسی که تولد تازه نداره میگه در جهالت ذهن خودش زندگی میکنه. درست عزیزان؟ بسیاری افراد در این زمانها در کلیساها هستن که در حال گذر از جاده های فراخ هستن، در حال زندگی کردن فقط میرن و میان. این افراد باید تولد تازه پیدا کنن. دعا برای این گروه افراد اصلا مفهومی نداره. فقط گاهی بیام کلیسا دیگران برای من دعا کنن. عزیزان، دومین نکته، اولین نکته اینه که تو باید تولد تازه بیابی. خدا انقدر عاشق توست، انقدر دوستت داره که موقع تولد تازه تو احتیاج نداری کاری، همه چی فیضه، همه چی رحمه، ولی انقدر دوستت داره، عاشقته که نمیخواد تو همون جای اوهامی که هستی بمونی، بلکه محبت اوز، فیض اوز که میخواد تو رو تکون بده و به جلو حرکت بده. دومین نکته که چرا دعا نمی کنی؟ برای این گروه دعا وسیله شده برای کسب لذت‌های روحانی، دریافت برکات. اوائل خیلی خوبه، عالیه، خداوند خیلی شکلات‌های روحانی میده، خداوند تشویق میکنه. کودکان روحانی وقتی خلوتگاه دارن خدا خیلی اونا رو تشویق میکنه، ولی یه مدت که میگذره خدا اونا رو از شیر روحانی میگیره، لباسای کودکانه رو از تنشون در میاره و کسی که دنبال فقط برکات روحانی مایوس میشه، سرخورده میشه، چون فقط برای نیازهای شخصی و دریافت برکات روحانی، آرامش، شادی، نمیدونم شفا، من میرم نزد خدا. در حالی که عزیزان اگه این طور باشه، هرگز این جانی که نجات پیدا کرده نمیتونه بفهمه، نمیتونه درک کنه، او برای این خوانده شده که خودشو انکار کنه، راه شاگردی رو بره، نمیتونه. برای همین خدا بر حسب اون رحمت خودش ما رو از شیر روحانی میگیره، اون حسای روحانی، لذت جویا از ما بر میداره. شاید یک سال من در این شب تاریک جان دارم زندگی میکنم، میگیره تا دنبال اون موهبت های نادیده باشی، تا یه روزی راه رسیدن به خدا رو درک کنی عزیزان، که روحانیت اصیل نگرفتنه، بلکه شامل پایداری، صبر، فروتنی و انکار نفسه. آمین. و سومین نکته که چرا دعا نمی کنیم عزیزان، اینی که عده‌ای هستن خیلی سعی می کنن، حقیقتاً جانشون تشنه خداست. من باشون صحبت کردم، میرن در خلوتگاه ولی خشک و تهی بر می گردن. میدونی چه فکری دارن؟ انگار که میگه خدا که این عقیده تو ذهنش، این فکره، خدا که همه چیزو میدونه، خدا که سرنوشت منو رقم زده، حالا چه راهی برم تکرار باطل بکنم؟ میدونی با خدای روبروه که سر و سر ثباته، یک عنصر تغییر ناپذیر، اینم تو ذهن ما کردن نیست؟ خدای تغییر ناپذیر. پس چرا همش من برم اونجا ماه خودم وقف بدم با یه عنصری که هیچ تغییر نمی کنه؟ عزیزم، ما انسان ها اصلا نسبت به کلمه تغییر درک زیاد درستی نداریم. فکر میکنیم یکی به یکی میگه تغییر کن یعنی شخصیت خودتو عوض کن، اصالت خودتو از دست بده، برای همین زود جبهه میگیریم. خب چقدر بیشتر در مورد خدا بهمون بر میخوره. خدا اصلا نباید تغییر کنه. مگه میشه؟ خدای لا تغییر، لا، درسته؟ عزیزان، این یک نظریه که اصلا این نظریه از ارسطو، یکی از فلاسفه یونان، وارد حتی اندیشمندان مسلمان شده، وارد نوشته های پدران کلیسا شده. میگه خدایی که هستی رو به حرکت در میاره همواره خودش نامتحرکه. خدای نامتحرک، تحرک ناپذیر. برای همین چجوری بره دعا کنه؟ آخه اون که هیچ تغییر نمی کنه. از یه نظر درسته عزیزان، خدا اصالت خودشو حفظ میکنه، خدای کتاب مقدس ذاتش تغییر ناپذیره، ولی با نیازهای ما خودشو وقف میده عزیزان. و
مثلا آلبرت بارها شده با نیازهای من، ضعفای بیشمار من خودشو وقف داده، ولی همچنان جنتلمن باقی مونده. متوجه هستین عزیزان؟ در مزامیر میگه عظیم است محبت او، عجیب است، ماندگار است محبت او، جاودان است وفاداری او. این ثباته، هیچ تغییری نمی کنه. او در ذات خودش، در محبت خودش، در وفاداری خودش تغییر ناپذیره. اتفاقا به خاطر همین خصوصیت خودشو وقف میده با نیازهای ما. عزیزان من فقط یه قسمت میگم، انقدر این مقوله سنگین و بزرگه که من به پاستور من هدایت کرد برای این موضوع دعا. گفتم انگار که من یه قطره ایم انداختی منو توی اقیانوس، نمیدونم از کدومش بردارم. فقط یه قسمتی رو میگم عزیزان، در پیدایش باب 6 خداوند، آفرینش نیکوی خداوند که گفت وای چقدر زیباست، دلش قنج زد برای آفرینش زیباش، دچار بحران شد، بحران گناه شد. تا باب 6 آیه 5 میگه خداوند دید که شرارت دل انسان بسیاره و هر تصور از خیالای دل او محض شرارته. خداوند پشیمون شد، محزون شد از اینکه چی؟ انسان رو به وجود آورده. گفت من انسان رو از روی زمین محو میکنم، چون که اصلا متاسف شدم چرا انسان رو ساختم. عزیزان داوری انجام میشه، طوفان نوح، به وسیله طوفان نوح، نوح با خانوادش بعد از انقضای داوری از کشتی میان بیرون. در باب 8 آیه 21 میگه نوح یک مذبحی به نام یهوه برپا کرد، یه قربانی روی او گذاشت، قربانی تمام سوختنی. عاشق این آیم عزیزان، باید این آیه یک دل شما رو فروزان و مشتعل کنه برای اینکه یه خلوتگاه داشته باشین. تو باب 8 آیه 21 میگه خداوند بوی خوش رو بویید، لذت برد. وای چه بویی، در دل خودش گفت، یه گفتگو درونی اونجا صورت میگیره. اوه چقدر زیباست، بعد از این آدمیان رو به خاطر گناهایی که میکنن دیگه لعنت نمیکنم، داوری نمیکنم، هرچند هر خیال دل انسان بد باشه، پر از شرارت باشه، ولی من دیگه این کارو نمیکنم. اصلا چه نقطه عجیبیه اینجا که دعا معنا پیدا میکنه. تنها نامتحرکه، تحرک ناپذیر، کسی که به همه حرکت ها معنا میده. یهوه، یهوه، خدای تغییر ناپذیر به خاطر دعای یک شخص رأی و نظرش رو عوض میکنه. دعا کردی که در عهد جدید این دعا چیه؟ مذبح و قربانی. دعای من و توه، دعای من و توه عزیزان. در مزمور 141 آیه 2 میگه دعاهای من به حضور تو مثل بخور، مثل اون عطری که یهوه اونجا بو کرد، میگه اونجوری خوشت بیاد، مثل بخوری خوشبو باشه، بوی خوشو ببویی، دستاتو تکون بدی، موقعیت‌های زندگی منو عوض کنی. و بر افراشتن دستام مثل اون قربانی شام به حضور تو برسه. نوح چی کار کرد عزیزان؟ این خیلی حیاتیه. مذبحی ساخت، قربانی ساخت. در واقع چی کار کرد عزیزان؟ وقتی قربانی و مذبح و ساخت چی کار کرد؟ سمبول چیه؟ یعنی پرچم حاکمیت یهوه رو در اون فضا به اهتزاز در آورد، یعنی پادشاهی خدا رو اونجا اعلام کرد. از اون وقتی تو بلند میشی، مخصوصا مردانه خانه، رهبران سر خانه، وقتی بلند میشی، چون اولین قربانی رو یه مرد میده برای خانوادهش در عهد عتیق، خلوتگاهی میسازی، مذبحی به نام یهوه میسازی و خودتو مثل قربانی اونجا تقدیم خدا میکنی، انگار داری حاکمیت خدا رو تو اون خونه اعلام میکنی و تمامی اهل خونه زیر اون پوشش میان، زیر اون حمایت و حفاظت میان، زیر ستر حضرت اعلی میان. وقتی تو در اون خلوتگاه مذبحی به نام یهوه میسازی و خودتو تقدیم میکنی، پرچم حاکمیت عیسی رو روی خونت بلند میکنی عزیزان، همه خانواده تو زیر پوشش میان. مشکلات نمیگم نمیاد، میاد،
ولی اونا در محکم ظفر مسیح چسبیده به مسیح، چون دیگه مسئولیتش میفته به گردن عیسی مسیح خداوند. نه فقط همین عزیزان، وقتی خیمه عبادت به نام یهوه درست میکنی، وارد یک دوستی صمیمانه با خدا میشی، مثل موسی و ابراهیم. نه فقط هی تو باید به خدا یه جوری اعتماد کنی، هی شارجت کنن، تو رو خدا به خدا اعتماد کن، خواهش میکنیم، ده تا موعظه بکنیم و حالا به خدا اعتماد کن، ایمان بیار، بلکه به جایی میرسی که خدا به تو اعتماد میکنه عزیزان، خدا به تو اعتماد میکنه. نه فقط همین عزیزان، از اون ظلمت نفست رهایی پیدا میکنی، به جایی میرسی که خوشنودی تو خوشنودی خدا میشه، رضای تو رضای خدا میشه، مثل نظامی گنجوی دعای تو دعای او میشه، یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم، از ظلمت خود رهاییم ده، با نور خود آشناییم ده، گر مرگ رسد چرا هراسم، کان راه به تو هست میشناسم. فکر کنم صعود خوبی با هم داشتیم، نیست؟ سفر 40-50 دقیقه خیلی خوبی هم داشتیم. الان وقت فروده. اون چیزی رو احتیاج داریم که وقت صعود احتیاج داشتیم. متی باب 6 آیه 6: و اما تو هنگامی که دعا میکنی به خلوتگاه خود برو، در رو ببند، در رو ببند عزیزان، در رسانه های ارتباطی رو ببند، در هر رابطه انسانی رو ببند، آیفون خود تو خاموش کن، نزد پدر نهانبین خود برو، با او مصاحبت داشته باش، با او حرف بزن، او رو ملاقات کن، روی او رو بطلب عزیزان، آنگاه پدر نهانبین تو آشکارا تو رو پاداش میده. پاداشیه رهایی از ظلمت‌های درونی و در او محو شدن، در او غرق شدن. ایمان دارم که روح القدس کمکمون کرده فرود عالی هم داشته باشیم. الان چشمای خودمون میبندیم تا از این بیایم بیرون، از این هواپیما، نه فقط اونجا بمونیم فرود داشته باشیم، بلکه وقتشه که از اون مکان خارج شیم به سرزمینی که خدا میخواد ما رو منتقل کنه، اونجا حرکت کنیم، به مکانی، به منزلگاهی، به خلوتگاهی، به سرزمینی عزیزان که شایسته فرزندان خداست. کسایی که تولد تازه دارن، نه فقط تولد تازه دارن، بلکه میخوان از اون ظلمت خودشون رهایی پیدا کنن، نور خدا اونا رو منور کنه، افرادی تاثیرگذار تو این دنیا باشن. خداوند میخواد اینجا اتراق کنی، چشمای خود تو ببند. مهم نیست که الان در چه وضعیتی هستی، یه دقیقه فکر کن، یه ثانیه فکر کن که خدا فقط دنبال قلب توه، قلب تو، دنبال خدمات تو نیست، دنبال رفت و آمدهای تو نیست، دنبال قلب توه. خدا رغبت داره در این قلب ساکن بشه، تو بچشی، خودت بچشی که ببینی خدا چقدر نیکوست، نیکوتر از اونه که فقط اینه یک کسی بگی پول میخوای بیا، خونه میخوای بیا، شفا میخوای بیا، هرکه میخواد تو از جنس خدا باشی. مکتوب است که عیسی مسیح گفت خانه پدر من خانه دعاست، و این خانه قلب توست، نه کلیسا، نه ساختمون کلیسا، نه دعاهای دست جمعی، همه اینا عالیه، ولی قبل از این قلب تو باید خانه دعا باشه. پسرانی هستن، دخترانی هستن در خانه پدرن اما گم شدن، خارج از اون خلوتگاه، خارج از اون مکان، خارج از اون سرزمینی که عیسی ساکنه، و خداوند امروز میخواد تو رو
دعوت کنه. امروز میخواد تو رو به سوی بالا، به سوی اون سرزمینی که سرزمین شیر و شهد و عسله، اون سرزمین موعود، اون جایی که قلب تو، روح تو، وجود تو متحد میشه با عیسی مسیح خداوند، دعوت کنه تو خودت راز محبوب بودن خودتو بفهمی، راز پسر خدا، دختر خدا رو بفهمی، تو پر از پری خدا بشی. خدا میخواد قلب تو رو فتح کنه. بیا در این قسمت هم به خدا اعتماد کن. فقط مهم اینه که تو بخوای. بگو خداوند منو بکش. خداوند پوسته سخت من انقدر زیاده، انقدر در دنیا و لذت و تفکرات و گرفتاری این دنیا غرق شدم که اصلا راه خونه ای تو رو گم کردم. ای پدر من که در آسمانی، دستای منو بگیر و منو بکش به سوی خلوتگاه خودت، منو بکش به سوی خودت. این تشنگی رو در قلب من ایجاد کن. من فقط شنیدم، ولی روح القدس الان تو باید مداخله کنی. تو کسان خود رو میشناسی، کلیسای تو باید پر از فراوانی تو باشه، پر از حضور تو باشه، و این میسر نخواهد شد مگر اینکه تک تک بچه های تو خلوتگاهی، مذبحی به نام یهوه داشته باشن، خلوتگاهی به نام پادشاه زندگیشون داشته باشن. پدر این قوت رو بده به تک تک عزیزانم، چون در نام عیسی مسیح خداوند دعا کردم. آمین.